شاخه های این درخت کهن. برنامه ای از ناصر شاهین پن. خب سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. در هفته گذشته مشغول صحبت در باره این آبراهه نهروان بودیم که وقتمون تموم شد و حال یکی از بزرگترین عظیمترین پروژه های ساختمانی نمیدونم آبرسانی هرچی بگیم هست در جهان باستان و یه محقق این کار یعنی یک کارشناس آبیاری خیلی معروف انگلیسی در یه تحقیقی نوشته که نهروان بزرگترین پروژه ساختمانی عهد باستان بوده و عراق بالاترین حد رفاه رو در قرون اولیه مسیحی در زمان ساسانیان ازش برخوردار بوده و این بزرگترین پروژه رفاهی است که در دلتای عراق اصلا در طول تاریخ به خودش دیده. یعنی در قرون بعدی نیز پروژه این عظمت در عراق به وجود نیامده، ساخته نشده. این محقق عرض آبراه رو 400 قدم و عمقش رو هم 15 قدم نوشته. البته ما میدونیم که اون یاقوت هم نوشته، توی یاقوت حموی هم نوشته که این نهروان معرب جویروانه. در حقیقت اسم اصلی فارسیش جویروان بوده و این عربا معربش کردنش نهروان و اسم سوریانیش هم یعنی به زبان سوریانی هم تامر را گفته میشده. این تامر رایی که میگن همینه. این طرح عظیم در زمان شاپور اول به وجود اومده. نگاه وقتی نگاه میکنیم میگیم که این پادشاه مقتدر این اقتدار فقط در مسائل نظامی نبوده و در سایر مسائل هم وجود داشته این اختلاف دیگه. این در زمان شاپور اول شروع شده و چند دهه کار رو شده و در زمان شاپور دوم به نتیجه رسیده و کارش به پایان رسیده. شاپور دوم علاوه بر این آبراهه نهروان یک خندق عظیم هم در شرق این منطقه کنده که این که از آب دجلم این خندق رو پر کرده که جلوگیری بکنه از حمله های ناگهانی رومی ها و همینطور از این صحرانوردان عرب که هر آینه ممکنه که حمله کنن برای چپاول و دوستی و این حرفا. به این خندق هم به خندق شاپور معروف بوده. یه نکته هم من به شما بگم، این است که این اصطلاح مردم عرب، عربستان، عرب، اینا چیزهایی است از بعد از اسلام در هم تاریخ هم در جغرافیا و اطلاعات عمومی ما آمده. قبلا در مدارک فارسی زبان، در مدارک ایرانی به اینها میگفتن غارتگران صحرا. راحت تو بله. انوشیروان هم در این منطقه سازمان های دفاعی خیلی عظیم و خودکفایی به وجود آورده بوده در غرب و شمال در کنارهای فرات، باز برای مقاومت در مقابل حملات سپاهیان رومی و همچنین غارتگران صحرا. خسرو انوشیروان
دو شاخه فرعی از نهروان به نام قاتون و قورج در همین منطقه احداث کرده. این دو تا شاخه فرعی هیچ دست کمی از اون شاخه اصلی نهروان نداره. حتی اینطوری شما بگم که از نظر ابعاد خیلی بالاتر از کانال سوئزی حتی. کار این کارهای عمرانی، کارهای ساختمانی عمرانی، هر چی اسمشو بزنیم که مال انوشیروان بوده، اینقدر زیاد بوده که باستانشناسا میگن که هر چی گیرشون میاد از خسرو انوشیروان. خیلی این جالبه. طرح نهروان همونطور که گفتم هم جنبه دفاعی و سقوجشی داشته، هم اقتصادی و کشاورزی و چه و چه، و پایتخت رو از جانب شرق هم امن نگه می‌داشته. اما بریم بر سر آبراه قاتول. اعراب بهش القاتول الاعلاء الکسرا میگن، یعنی قاتول بالای خسروی. قاتول یه واژه عربی است مشتق از کلمه قتیل با تشدید تین به صراحه دست دار، به معنی قطع بریدن. چرا؟ برای اینکه از یه نهر بزرگه جایی رو میبریدن که آب رو بندازن به جای دیگه. به این دلیل این هم حالا نهریه که باز از دجله، از روی دجله بریده شده و داره میاد به یه زمین هایی برای آبیاری این زمین ها. شما باید در نظر داشته باشید که تمام رودخانه ها در موقعیتی قرار دارن که از سطح زمین پایین تر هم دیگه و این آب جاری نمیشده. برای اینکه این آب رو منتقل کنید به یک زمین دیگری، معنی اولش این است که این آب رو باید به زمین مرتفعی بفرستی و روان کنی. برای اینکه آب رو به زمین مرتفع روان کنی، نمیتونی زمین های مرتفع رو بیاری پایین، ولی میتونی آب رو ببری بالا. چگونه؟ با بستن سد. در نتیجه همون نهروان، همین قاتول، ساختنش مستلزم ایجاد تأسیسات اولیه‌ای بوده که خود اونها کارهای بزرگی بوده، من جمله همین سدی که به شما عرض کردم که سطح آب بیاره بالا که بتونیم سلوگرش کنیم به زمین های دیگری. بعد پلها و سایر تأسیسات دیگه. قرنها بعد در زمان هارون الرشید با سرپرستی یحیای برمکی یک قاتول کوچک دیگری در جنوب این قاتول ساخته شد که اسمش رو گفتن قاتول پایین. به این دلیل به اون رو گفتن قاتول الاعلاء الکسرا، که رشید انقدر این کار براش بزرگ و با اهمیت بود که در کنار اون برای خودش کاخی ساخت. این آبراه قاتول به ساکنان مناطق پایین دست رودخانه آب می‌رسونده، درنچه کشاورزی اونا رونق پیدا کرده و زمین های خوش رفتن زیر آبیاری و کشاورزی شدن. اما سبب میشه که زمین های پایین دست رودخانه که ازش آبو گرفتند به طور خشکی بشن و باز بقول همون یاقوت حموی زندگیشان قد دست بره و به بینوایی بیفتند. مردم این منطقه وقتی میبینن که امکان کشاورزیشون قد دست رفته
و آب دیگه ندارن، آجون آب نمیرسه، در صدر برمیان که یه شکایتی به خسرو انوشیروان بدن. در نتیجه متلسط میشن که ببینن که خسرو انوشیروان کی به قصد شکار، تفریح یا هر چیزی میاد بیرون، مطلع بشن و این مردم دست جمعی برن جلوش و یه جوری خلاصه خرشو بگیرن و باش صحبت کنن، چون رودلو شدن با شاه هم کار آسانی نبوده به هر حال. و چنین اتفاقی میفته، شاه سوار بر اسب بوده و اعتدادی از همراهانش از آمده بوده بیرون، حالا بشه قصدی شکار، تفریح یا هر چیزی، این جمعیت انبوه جلوش سبز میشن. شاه میگه که بپرسید اینا کیان، با ما چه کار دارند؟ براش جواب میاره که میگن ما به دادخواهی آمدیم. تا میگه به دادخواهی آمدیم، اون پیام آوره میگه که بگید بیان، اجازه میده که بیان جلو. مردم میرن جلو و شاه هم از اسب پیاده میشه. تمام مردم به احترام شاه میشینن روی زمین، تا اونا میشینن شاه هم مینشینه روی زمین. اطرافیان میان برای انوشیروان یه فرش میارن، انوشیروان رد میکنه میگه نه، این مردم روی زمین نشستن، من هم باید روی زمین بشینم با اینا حرف بزنم. اینا ثبته در تاریخ. و مردم شکایت خودشون رو مطرح میکنن، میگن که از موقعی که تو این قاتل رو ساختی آب به ما نرسیده، زمینای ما خوش شده و ما به بینوایی و بدبختی افتادیم. میگه خب راه حلش هم دارید؟ مردم میگن بله، ما مطالعه کردیم، بررسی کردیم، اگر یا آبراهه ای از فرانجا به فرانجا کشته شه، ما هم از فریاد اون میتونیم استفاده کنیم، زمینامون رو آبیاری کنیم. خسرو با شنیدن این حرف دستور اجرای این طرح رو میده و در ناحیه ناحیه‌ای بوده به نام قورچ، در ناحیه قورچ عملیات تازه‌ای باز میشه که باز آب رو از دجله بگیرن و سرازیر کنن توی منطقه‌ای که مورد نظر این کشاورزها هست. در دوره اسلامی از این آبراه نگهداری شد، توجه بیشتری بهش شد. چرا؟ در مدینه الاسلام منصور که در بخشی از سرزمین آباد و پهناور شده بغداد، میدونید که بغداد یه جایی بوده نسبتش با تیسفون شبیه کرج و تهران قدیم، تقریبا با همون فاصله 6 فرسخ بوده، ولی از دوران اسلامی به بعد تیسفون که ویران میشه و با مصالح شهر تیسفون در حقیقت بغداد بنا میشه و آرام آرام شروع کنه توسعه پیدا کردن و بزرگ شدن و بزرگتر شدن. و حالا من دارم راجع به منصور خلیفه صحبت میکنم که شهر بزرگ شده و یک بخشی از این شهر رو منصور به نام مدینه السلام ساخته. داره وقتی که مدینه السلام رو میسازه غافل بوده از تأسیساتی که ساسانیان در مقابل طغیان رودخانه ها و بالا آمدن آب، زیادی آب چه و چه و باران و چه و چه به وجود می آوردند و این تأسیسات رو در نظر نگرفته برای مدینه السلامش. کار به جایی میرسه که یعنی اون شهرک مدینه السلام منصور آنچنان در اثر طغیان ها در و داغون و ویران میشه که اون یاقوت حموی توی جغرافیای خودش نوشته که امروز این نهر که در گذشته مایه نعمت بود
حالیه برای مردم بغداد به بلایی تبدیل شده است. این حرف مورد سده ششم هجریه، هفتم هجریه، 626-620 سال هاست. فکرش بکنید که تأسیسات ساسانی تا اون زمان کار میکرده و بهره برداری میشده ازش. بله، میگه که حکام فعلی در بستن و محکم کردن اطراف آن کارهایی میکنند، اونچه که بلدن میکنند، حالا نوشته شما رو اشکال ندارم یه بدقت بخوام، که وقتی آب زیاد میشود شکاف ها در آن پدید میآید و آب به درون شهر و خانه ها نفوذ میکند و باعث ویرانی میشود. یعنی جهان عقب رفته، اون میزان از کاردانی، مهندسی، محاسبه، لیاقت کاری رفته تا قرنها ازش بهره برداری کردن، حالا که نوبت خودشون شده که بسازن و ادامه بدن، به این روز افتادند. بله، در حقیقت حالا اون خط دومی رو که انوشیروان میسازه که از محل قورچ شروع شده بوده با اونم میان آبراه قورچ اسمش رو زدن، که این دوتا در حقیقت جلوگیری از سیلاب رودخانه هم میکرده. عرض این قورچ هم 60-70 متر نوشته شده به وسیله همین جغرافیدانان عرب که موقع که بودن هنوز این وجود داشته میتونستن اندازه گیری کنن. از تأسیسات مهمی که روی نهروان ساخته شده، من اینا رو دارم میگم به یه دلیل. نظرتون رو میخوام به یه چیزی جلب کنم. یه دوستی به من میگفت که تاریخ دونی، خب اینو به مردم بگو که این تفاوت مردم بدونن که چرا وجب به وجب خاک ایتالیایی امروز پر است از قصرها، تالارها، نمیدونم بناهای عظیم که از قرون اولیه میلادی باقی مونده و چرا در ایران هیچ نشانه ای از اینها نیست؟ آیا اونا تمدن برتری نبودند؟ نه، این حرف غلطیه. این اصلا این حرف درست است. اون این است که نیروی انسانی در ایران به خاطر تشنگی زمین پیوسته معطوف شده به مسائل آبیاری. این مسائل آبیاری در این منطقه که دو تا رودخانه بزرگ پر آب وجود داشته به وسیله با این آبراها و این سدها و این پلها به چشم خورده، در بقیه سرتاسر امپراتوری ایران که چنین رودهای بزرگ و خروشانی وجود نداشته، چنین رودهای پر آبی وجود نداشته، اگر اندک آبی از کوه سرچشمه می گرفته برای اینکه از چشم خورشید به دور نگرش دارند تا 2300 متر اینی می بردن زیر زمین. گاهی اینقدر این قنات‌های ایرانی عمق زیاد پیدا می‌کرده که امروز کارشناس‌های خارجی باور نمی‌کنند. میان محاسبه می‌کنند، میگن آقا این عمق، این میزان تناب لازم داره، این تناب ها اینقدر وزن پیدا می‌کنه، خود تناب رو دیگه کسی نمی‌تونه بکشه بالا. به بقیه‌اش حساب نکردن که ایرانی ها چه کار بیکردن که بتونن این کارو بکنن، به اونش من الان کاری ندارم. میخوام بگم که برای کارشناسان امروزی حتی غیر قابل باوره این هنر ایرانی بوده، این استعدادش بوده که متوجه شده، معطوف شده به اون نیازش، به اون تشنگیش و از اون سو رفته.
بگذاریم. سدهای تنظیم کننده که در محلهای متعدد رودخانه باید ساخته شه که سطح آب رو کنترل کنن، سطح آب رو بالا بیارن که بتونن این رو در نهرهای فرعی بریزن. حتی خود نهروان، خود نهروان هم وقتی ساخته میشه باز روی این باید سطح‌های متعدد فرعی بزنن در نقاط مختلف که باز آب رو بالا بیارن، که بخشی از این آب بالا آماده رو در یک کانال فرعی تر سرازیر کنن که برسه به زمین‌های دست چپ دست راست این طرف اون طرف. سدی که عربا بهش القناطر میگفتند و به این اسم مشهور شده که تا زمان یاقوت از این سد بهره برداری واسه میشده، که حداقل میتونیم بگیم 580 600 هجری، یعنی قرن 13 میلادی، اینطور به شما آنچنان پایه عظیمی داشته و آنچنان قشر زخیمی از بتون بوده که باز وقتی من کلمه بتون رو مصرف میکنم بعضی ها خواهر میکنن که این بتون فقط و فقط اختصاص داشته به رومی های قدیم. نه، اصلا اینطور نیست. ایرانی ها هم با ترکیبی از آهک و گچ و ماسه چیزی بسیار بسیار مستحکمی می ساختن که باهاش می تونستن سد بسازن. بتون که این ترکیب با ترکیبی که رومی ها داشتن فرقی نداشته اصلا. آثار این سد هنوز وجود داره. چرا؟ برای اینکه این بتون آنچنان مستحکم بوده و این آجرها رو جوری به هم چسبونده که مردم نتونستن این آجرها رو بدوزند بکنن ببرن جای دیگه تو بنیه بخرج کنند. در اینجا آثار باستانیش هنوز هست. یه سد دیگری هم باز در این مسیر ساخته شد به نام شادروان، شادروان بالا. اما مهمترین تأسیسات فنی در این مجرای نهروان در شادروان پایین بوده که اینجا رو اینجا اسمش قنطره بوده، در نتیجه عربا به این دوتا گفتن قناطره. این سد بین شهر بزرگ شاپور و شهر اسقاف بنی جنید، حالا عربا در این فاصله این دو شهر قرار داشته، تقریبا 177 کیلومتر با دهانه نهر فاصله داشته. اینی میگم که ببینید که طول سد چقدر زیاد بوده. پایه این سد رو نوشتم که یکی از بزرگترین پروژه های عهد باستان شمرده میشه. میگویند که در پایه این سد گذرگاه ساخته شده برای عبور کشتی ها. چجوری دیگه من نمیدونم. که حکومت های بعدی با بضاعت مزاج که داشتن برای مرمت نگهداری این سد ها که در بسیاری جاها دیدیم واقعا ندارند، تا 5 قرن 6 قرن بعد از ساسانیان بهره برداری کردن از این سد. امروزه سدی وجود نداره که بشه این زمان طولانی ازش بهره برداری کرد. و حالا تازه پل، پل نهروان، پل معروف نهروان، پلی بوده که شاهراهای معروف جهان باستان از روش عبور میکرده. راه خراسان پر رفت آمدترین پلی بوده برای عبور بازرگانی، کاروانهای تجاری
به عبارتی این پل بخشی از جاده ابریشم شده. تمام کارهایی که از چین و از شرق میاد میخواد بره به طرف غرب باید از این روی این پل عبور بکنه، که در شهر نهروان در 120 کیلومتری دهانه نهروان نزدیک تیسفون این پل ساخته شده بوده. این پل اینقدر اهمیت داشته و اینقدر بزرگی بوده که خود اعراب اسمشو گذاشته بودند مدینه جسر و نهروان. اون یاغوت هموی نوشته که وقتی معتصم از بغداد به سامرا نقل مکان کرد، از کرخ در کرخ فیروز اقامت کرد. ما یک دو تا واژه داریم، یکی کره یکی کرخ، که هر دو اینا معرب شده. کره شده کرج، این نمیدونیم. من کرخ رو نتونستم بفهمم که اصلش چی بوده، این آیا فارسی است یا معربه، ولی به یک تأسیسات ساختمانی گویا به یک رنج عظیم شاید هم چیزی گفته می شده این. که این کرخ فیروز یا کرخ سامرا، این کرخی در سامرا بوده، اسمش کرخ فیروز بوده. در زمان فیروز پسر بلاش پسر قباد ساسانی ساخته شده. در حقیقت قدیمی تر از شهر سامراست. شهر سامرای وجود نداشته وقتی که این واحد اینجا ساخته شده. میگه بعد از این که بعد از معتصم یاقوت میگه بعد از معتصم، با این که بعد از معتصم و جانشینانش همه بناها ویران شد، این کرخ باقی موند، پاورجا باقی موند. باز نوشته که من دارم خلاصه ای از یه مطلبی رو به شما میگم، فقط اونا که به دردم بخوره. میگه سرنوشت سامرا بعد از قتل متوکل، معتضد آنجا رو به کلی ترک کرد و به بغداد برگشت و سامرا به سرعت رو به ویرانی نهاد. از همه بناهای سامرا فقط دو بنا باقی ماند، یکی کرخ فیروز و دیگری بنای بود که به عقیده شیعه سرداب امام قائم بوده، اونجایی بوده که امام قائم رفته فرو بعدن در بیاد. ابن خرداد به جغرافیدان ایرانی که اولین مسالک الممالک رو در ایران نوشته در اوائل قرن سوم هجری در سال 220 تا 212 اون حدود، که این در دیوان خراج اعراب کار میکرده به دلیل اینکه اجدادش از دهقانان دوره ساسانی بودن که کارشون دریافت خراج بوده و این کار تخصص داشتن، این از این موقعیت شغلیش استفاده کرده. وضعیت شهرها دهها و روستاهای اون منطقه ای رو که بهش میگن قلب ایران شهر، دل ایران شهر رو نوشته. البته جاهای دیگر هم که خراج خودش ارتباط داشته نوشته و اطلاعات بسیار بسیار گران قیمتی رو برای ما باقی گذاشته و رفته. این بابا از استان شاخوبات و تصوبهاش صحبت میکنه. حالا ما یه واحد استان داریم، مثل حالا که تو این واحد استان چندین فرمانداری هست در زمان فعلی. اون قسمت دوم، اون تقسیم بندی دوم در زمان ساسانیان بهش گفته می شده تسو، شامل چندین ده بوده. تسوی رستم گواز، مهر ورد، تسوی سلسل، جلولا، تسوی دستگرد، دروستا،
بندنیکان، تسوی برازرود، اینا مجموعه دهستانهایی بوده در حقیقت در استان شاخوبات که حالا این خرداده میگه که هر کدوم اینا چقدر خرمن داشته، چقدر جو توش کاشته میشده، چقدر گندم کاشته میشده، خراج سالانه هر کدوم از این تسوها چند هزار، 70,000، 100,000، 300,000 مختلف دینار پول بوده و 70,000 خروار، 50,000 خروار گندم یا جو بوده. اینا رو همه رو یکی یکی میگه، ما به اوناش کار نداریم. با این را دیدیم که وقتی من اینا رو برای شما میگم متوجه میشیم که در زمان ساسانیان شهرنشینی داره جانشین کوچنشینی میشه. در حقیقت استان بازیجان خسرو که تسوی نهروان بالا، نهروان میانه، دیرالاغول، همانیه، نهروان پایین، مازرایا و تسوی باورایا و باکسهارا، همچین چیزی، تسوی شاپور یا کسکر، کسکر نام قرون بعدی است که ما باش بیشتر آشنا هستیم، که تسوی خسرو شاپور، که این خسرو شاپور مرکز مسیحیان ایران بوده و چندین کلیسای بزرگ توش وجود داشته. نرسی و نرسیان، شهر واسط که این شهر هنوز که هنوز اسمش و رسمش هنوز هست. زندورد، نوشیجان، داوردان. استان شادبهمن که جنوبترین استان این منطقه است که به خلیج فارس می‌ببنده و بخش مهمی از بابل قدیم رو شامل می‌شده. که تسوی بهمن اردشیره که امروز ما بهش میگیم بهمنشیر. در نتیجه شما موقعیتش قشنگ قشنگ میتونید بفهمید کجاست. تسوی میشانه، تسوی دشت میشانه که اوبله، بندر بسیار بسیار مهم جهان باستان در این منطقه وجود داشته، و تسوی ابر قباد. اما این بندر اوبله، این بندر نامش، خاطرش و آنچه که درش اتفاق افتاده بزرگترین مدرک تاریخی رونق، بزرگی، نشاط و زندگی ایرانیه. اخباری که راجع به این بندر هست، اولا از زمان هخامنشیان این بندر فعال بوده. اونچه که میشه گفت که این کجا بوده، به تقریب نه به دقت میشه گفت که بصره به جاش نشسته. باز وقتی میگم بصره ممکنه شما رو گمراه کنم، برای اینکه اون بصره‌ای که عرب بادیه آمدن توش چادر زدن، اقامت کردن، جمع شدن، دسته و گروه تشکیل دادن که به سایر نقاط ایران حمله کنن، با این بصره که امروز ما میشناسیم یه بندر عراقیه فرق داره. حالا من به شما میگم، بعدا حرفم تموم شد میگم که این فرق از کجا به وجود اومده، چرا به وجود اومده. این اوبله از زمان هخامنشیان بزرگترین بندر بوده. و به شما یه نکته هم عرض کنم که قرائن و شواهد نشون میده که این بنادر دیگری که در ساحل خلیج فارس امروزه وجود داره در زمان هخامنشیان وجود نداشته و بعد در زمان ساسانیان حتی هنوز وجود داره. یعنی بندر بوشهر، بندر جاس، بندر چابهار، بندر عباس. تمام کارهای دریایی از راه این بندر می شده. تأسیسات بسیار عظیمی داشته برای کشتی هایی که از راه دور میان
و تسلیحات جداگانه‌ای و لنگرگاه‌های جداگانه‌ای و باراندازهای جداگانه‌ای برای کشتی‌های رودنورد. علاوه بر یک بندر تجاری، یکی از مراکز بزرگ نظامی ایران هم بوده. به عنوان مثال به شما عرض کنم که نوشیروان وقتی میخواسته به یمن حمله کنه و یمن رو فتح کنه، که به شما عرض کردم 10 تا کشتی سرباز میفرسته، اون کشتی ها رو از اینجا میفرسته. به همین دلیل که من میگم خب اگه میخواستی بری به یمن، اگر از بندر عباس، چابهار اونجاها میرفته که نزدیکتر بوده، که پس حتما اونجاها بندری نبوده که از این راه دور این راه رو طی کرده و رفته. و آره داشتم اینو میگفتم که بصره‌ای که حتی بصره‌ای که امروز وجود داره با اون بصره‌ای که عرب اومدن تو چادر زدن و اقامت کردن فاصله داره، تفاوت داره. وقتی که ما میگیم که بصره به جای ابله نشست، کدوم بصره میگیم؟ هیچ مشخص نیست. چرا؟ به شما عرض میکنم. اون بصره قدیم در کنار یه منطقه‌ای بوده که ما به فارسی بهش گفتیم بهشت آباد، وشتاباد، وشتاباد اردشیر، که بعدها عرب به اون گفت خریبه، یعنی ویرانه، یعنی معلومه که این شهر از بین رفته و به ویرانه تبدیل شد. اما یه بصره‌ای هست که عرب بهش میگه الزبیر، حواستون جمع باشه. این همون محلیه که طلحه و زبیر دو تا صحابه پیغمبر لشکر آوردن اینجا که با علی ابن ابی طالب که اون موقع خلیفه بود بجنگند، و در این جنگ هر دوشون در همین جا کشته شدند. این اون واسه قدیمه در سال 36 هجری همین سال. تفاوت محل این دوتا بصره مدلول تغییرات در خط سیر این رودخانه ها هم هست. این رودخانه ها در هر چند ده سال یک بار چند متر مسیرشون عوض میشه. این یک. دو اینکه در این منطقه دنیا، میگم دنیا، دریا در هر قرن 1.5 مایل عقب میره. در جد اگر 10 قرن پیش یه جایی بندر بوده، امروز یه شهری وسط دشت دیگه بندر نیست. این عقب نشینی دریا محل باستانی بسیاری از شهرها رو تغییر داده. بگذاریم، بنابراین ما به دقت نمیتونیم بگیم این ابله‌ای که داریم ازش میگیم امروزه محلش کجاست، ولی بندری بوده که اینقدر اهمیت داشته. بعضیم نه، میدونید که شما بنادر از سایر شهرها تو هر مملکتی ثروتمند ترند. چرا؟ برای که مرکز تجمع تجار بین‌المللی. اینا میان تأسیساتی برای خودشون میسازند، رونق اقتصادی رو وجود میارن، اهالی شهر پولدار میشن. این مشخصه. حالا این ابله به دلیل اینکه هم موقعیت نظامی خوبی داشته، هم موقعیت اقتصادی خوبی داشته، شهر بسیار بسیار یا بندر بسیار با اهمیتی تلقی می شده،
فرمانداریش و مرزبانیش رو همیشه میدادن به پسر شاه یا یکی از افراد بسیار بسیار نزدیک خانواده سلطنتی. در حقیقت کجا رو میدادن؟ استان میشان رو میدادند که اوبله بخشی از استان میشان بوده. مثلا اردشیر بابکان یکی از پسرانش به نام مهرشاه رو کرده بوده مرزبان این شهر. فرمان روایی این شهر یا با یکی از فرزندان شاه بوده یا یکی از خانواده های هفتگانه بزرگ ایران. نکته جالب این است که چون در اینجا ثروت بسیار زیادی جمع بوده، وقتی اعراب میان اینجا و شروع کنن به غارت کردن اموال و سهم خلیفه از غارت اموال اینقدر زیاد بوده که خلیفه سهم خودشو از غارت اوبله به قبائل عرب نشون میده که ببینید سپاه ما رفته در یه منطقهی به نام اوبله در ایران و اینقدر غنائم آورده، این قبایل تشویق میکنه که بیا برای غارت و لشکرکشی‌های جدید را میفته. یعنی تشویق قبایل متعدد عرب. میدونید که اصلا حمله، وقتی میگن حمله، حمله نبوده، یه مهاجرت مداوم دست جمعی بوده. حالا من اگه بگم فقط برای اینکه تفاوتش رو با یه لشکرکشی نظامی برای شما بگم این مثال رو میزنم، وگرنه چندان مصداق نداره. همینطور که آریایی ها مهاجرت کردن به فلات ایران، اعراب هم در طول زمان متزمان کوتاه، بسیار کوتاه‌تر. اون در یک دوران هزار ساله اتفاق افتاده، این در یک دوران 30-40 ساله. این 57-8 قبیله عرب یکی پس از دیگری آمدن و هر کدوم هم یه نقطه ای از ایران رو انتخاب کردن و رفتند و سکرا گزیدند و موندند و میرفتند. این اوبله که مرکز داد و ستد بوده، رونق اقتصادی داشته، بدیهی است که هنرم توش رونق فوق‌العاده زیادی داشته دیگه. در نتیجه مرکز بزرگی شده بوده برای موسیقی، رقص، آواز. یک عامل بزرگ انتقال موسیقی ایرانی به موسیقی عرب همین شهر اوبله بوده. من 30 ثانیه بیشتر وقت ندارم، میخواستم وارد مسئله جالبی بشم که چگونه این شهر اوبله سبب رونق موسیقی عرب شده، اما حرومش نمی کنم، میذارم برای جلسه بعدی. فعلا شب روزتون بخیر، تا هفته آینده. های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین پناه.